به نام خداوندگار آسمان و زمین، سلام و درود ما را از برنامه خودتان زمین پذیرا باشید. مقصد گروه زمین، سرزمین آریای باستان، مهد و گهواره فرهنگ و هنر، ولایت هرات باستان می باشد. در این برنامه مهمان مردم خونگرم ولسوالی کرخ ولایت هرات می باشیم. طبیعت زیبای این ولسوالی علت شد بر انتخاب ما. ولسوالی کرخ در 35 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد و دارای 120 هزار نفر نفوس در 186 قریه با مساحت 2010 کیلومتر مربع می باشد. این ولسوالی علاوه بر منابع طبیعی قابل تجدید دارای 3 معدن زغال سنگ و 1 معدن گچ می باشد. ولسوالی کرخ با داشتن بیش از 2000 هکتار جنگل دارای درختان سباچوب، کلپه، غوچه، زرچشک، خنجک و غیره می باشد. به گفته اهالی درخت غوچه میوه بخصوص دارد و این درخت در این محل اهلی شده و به خوبی رشد و نمو می کند و مسئولین می توانند به سایر محلات انتقال و ترویج نمایند. نباتات طبیعی که در این ولسوالی زیادتر جمع‌آوری و به فروش می رسد عبارتند از شیرین بویا، درونه، کلپوره، زیره، کاسنی، رواش، سیج و غیره می باشد. سلام و خسته نباشید. با امید از اینکه جور و صحتمند و سر و حال باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. اجزای دوست داشتنی باز هم برنامه زمین است و گروه زمین با یک شگفتی زیبایی طبیعت در خدمت شما هستیم. چی فکر میکنین دوستا؟ اما این تصاویر زیبا، این تصاویر خوشایند که شما تماشا میکنین، چی فکر میکنین؟ آه دوستای عزیز، ما با یکی از ولایات زیبای افغانستان، البته تمام ولایات افغانستان زیباست، ما به هرات باستان هستیم و گروه زمین باز هم با سفری نمودن شبها و روزا به هرات باستان آمدن. دوستای عزیز، از اینکه یک چند مدت به بامیان بودیم، هر لحظه بامیان به زبان میاد و خواستیم از هرات جاهای زیبا، جاهای دیدنی را به شما تصویر بکنیم، در رابطه با او صحبت بکنیم، حرف بزنیم، ببینیم که در هرات چی طبیعت زیبا و چی شگفتی های خاصی است. خب دوستا، همکار محلی که در برنامه با ماست، یکی از همکارهای ماست که در دفتر هم با ماست و در این سفر به هرات باستان با گروه زمین پیوستن و در رابطه به محل یا مکانی که امروز گروه زمین به شما معرفی میکنه، اونا با ما همکار محلی هستن و شما خودتان اطمان رو میشناسین، خودشان سلام و پیغام بخواد داشتن. خب حرکت میکنیم، اونا هم در این قسمت ها هستن و جاها را میبینن، به خاطر که بسیار سابق آمده بودن که چی تغییرات نسبت به سابق آمده. به طرف اونا حرکت میکنیم، شما برنامه رو تعقیب بکنید. بله دوستا، همکار ما پیش است و بسیار غرق طبیعت شده و زیبایی های طبیعت لذت میبره. آه دوستا، کی است؟ صمیم زلمای. سلام صمیم خان. سلام، صحت شما خوب؟ بخیر. در شروع سلام و پیغام داشته باشین. سلام خدمت تمام بیننده عزیز تلویزیون سبا، بخصوص برنامه زمین. آه، میشه در رابطه با این طبیعت بگوین، در رابطه با این درخت‌های زیبا که در این فصل سال زیبایی خاصی را به خود گرفته، وقتی که شما به اینجا آمده بودین چگونه یک رنگ، چگونه یک زیبایی را به خود گرفته بود و حال چگونه زیبایی را به خود گرفته؟ به نظر شما او وقت زیبا بود یا حال زیباست؟ خب من زمانی که اینجا آمده بودم طفل بودم، خرد بودم، با اینجا آمدم طبق معمول وقتی که من طفل بودم این درخت همش طفل بود، بله تمامش خرد بود. و حالا ما بعد از 9 سال است که به اینجا آمدیم و میریم در غار میریم و این درخت هم و یک طبیعت بسیار خاص را به خود گرفته. دوستا شما تا بال منتظر بودین که ما کجا میریم، اما از دان سمیم جان برآمد که ما دان غار میریم. باز هم گروه زمین یک طبیعت زیبا، یک مغاره زیبا را به شما معرفی میکنه. خب به ما سمیم جان گفت وقتی که آمده بودن اینجا طفل بودن و درخت ها هم کوچک بود، همگی کوچک بود، من هم کوچک بودم، یک تعداد دوستای ما که حالا بزرگ شده اونا هم کوچک بودن. خب چقدر راه باید بریم تا به محل هدف برسیم و دوستا منتظر هستند تا این دهن غار ببینن؟ ما شما تقریبا در حدود یک 200 متر را باید بریم. بله، و دهن غار میرسیم و اینو باید بگویم این دهن غار در کجا موقعیت داره. آه بسیار خوب، این دهن غار به نام در ولسوالی کرخ ولایت هرات موقعیت داره و یکی از فضایی است که مردم های بسیار از دور، از دیگر ولایت ها به خاطر تفریح با فامیل خود در ایام بهار میان. ما خوشبختانه که حال آمدیم زمستان است، ولی همو طبیعت، همو فضا، همو زیبایی خود داره. آه بسیار خوب.
خب شما فهمیدین که ما به هرات باستان هستیم و ولسوالی کروخ است و مغاره‌ای که به شما معرفی میشه به نام دانغار میگن. خب این زیبایی را شما تماشا میکنین، واقعا زیباست. در این فصل سال، در این زمستان سرد که توته های از برف هم در گوشه و کنار ما دیده میشه و این درخت های ناجوی بزرگ، درخت های سرسبز دیده میشه، واقعا زیباست دوستا. طبیعت است، طبیعت همیشه ظرافتکار است و زیبایی های خاص خود داره. این قسمت ها را ببینین دوستا که در سر سنگا توته های از سبز دیده میشه. فکر میکنین چمن باشه، چمن فوتبال، کسی سبزه ها را شانده باشه، اما نه. این هم کار طبیعت است، این هم زیبایی طبیعت است. جای بسیار زیبا دیده میشه. یک چیز دیگه از بکار جان، اینجا یک زیارت هم است. زیارت بسیار از صدت فامیلی ها که اینجا من به خاطر زی و یک مرام و مقصد من. بله. و در اینجا بعد خانما یک غار مغاره بسیار خوردرک دیگه است که دارن دست خود داخل میکنن و با مقصد و مرام که دارن. آه بسیار خوب. سمی جانه دوستان ویل چه پده مغاره که دو قسمت نه اوبه رازی، یو قسمت نه یخ اوبه رازی، یو قسمت نه گرم اوبه. در خبر رسوم را واقعیت لری، آیا دروغ ده، آیا واقعیت ده، که واقعیت ده ده پاک للک معلومات؟ نه ده سینه ده چه یو گرم راستی، یو سرد، بلکه یو شیرین ده، یو شور. یو خوک ده، یو تریخ وی. او تریخ ده، ده دوار دی، ده سینه ده چه گرم راستی؟ او بلش سر خدوزان سره تاسو ګوري په دې قسمت کې ډیر ځای نه لیدل کیږي، ډیر وړي او غټ مغاری دي. واقعیت سره چې ډیر غټ تیګه راغلی، تاسو فکر کوئ چې دا تیګه بسوک دلته کینولای، اما زه نه پیګم چې کم لار نه لاړ شو. سم جان باید دغه لار نه هغه چې ګوري هغه کوټه چې جوړ کړی دی هغه د مجاور دغه زیارت مجاور ده چې سار لخوا دته دوکانداری کې شپې لخوا الته ده. دوستانو تاسو هغه کور ولید، هغه د دې زیارت مجاور دی چې دلته دوکان هم لري او شپې طرف نه هلته ای خوب کوي. او اوس هم موږ روان یو ترڅو د دې مغارې خوله پیدا کړو چې کوم قسمت نه باید لاړ شو او څومره لاره مغارې ته لاړ شو. آباده های فرهنگی مشهور این ولسوالی مسجد صوفی اسلام کروخی، بالا محله، عمر ابن خطاب، پاشتان و خواجه عباس است که هر یک سابقه بیش از 200 سال با سبک‌های معماری خاص افغانی می باشد که به حفاظت و ترمیم جدی نیاز دارد. سلام دوست عزیز، صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ عافیت دارین؟ چوال چوال خوب خواستین؟ میشه خودم معرفی بکنین؟ نظیر احمد جان، از این منطقه هستین؟ از این قریه هستین؟ نه، از این قریه نیستم، از شهر هستم. بسیار خوب. میشه بگویی که این مغاره را چی مینامن به گفته شما و امروز که خودت آمدی آیا میخوای زیارت بکنی یا مغاره را میخوای دیدن بکنی؟ چقدر معلومات در رابطه با مغاره داری؟ ما بیا آمدیم دیدن آمدیم قاره آمدیم. بله. و یک دقیقه که دوستا آمدم خودم ها که دیدن بله. کنم از این آمده بدم قاره بنام غار کروخ میگم. بسیار خوب. غار کروخ. خب غار کروخ خو همه ما فهمیدیم که غار کروخ است. بار چندم است که خودت جمعی و دی غار چقدر پیش رفتی، چقدر تقیب کردی؟ شاید بیش از 20 بار و 30 بار. ما اولین بار ماست و امید از این داریم که دفعه دیگه هم بیاییم ببینیم. خب اینال میشه بگی که از کدام راه ما باید بریم تا دی غار جاهای زیبایش ببینیم، جاهای دیدنیش ببینیم؟ و این غار بزرگ است، خرد است، چی چیزا در غار است، چقدر معلومات داری؟ دیگه کل از این غار دیدنی است و کل جای از این دیدنی و غار هم بسیار بزرگ است. کل جای از این را کادم بپره و بگرده و ببینه. امی رایی که باید دروازهش باشه یا حرکت بکنیم بریم کدام راست؟ دیگه دروازه اصلی از این غار نمی است، نمی داخل غار است، نمی غار است، خود از بسیار خوب. در رابطه با این زیارت بگوین دوستا، میبینین زیارتی است که تازه ترمیم شده یا رنگ شده. ما هم یک دعا میکنیم. در رابطه از این زیارت بسیار معرفی است. بله. پشت از این زیارت یک راه است که در خوجه سبب بله انصاری را داره. از اینجا
منتظر در نوار هیچ کلام شخصی تا نرفته که پس بیایه. هر کس که رفته رفته. بسیار خوب. و این زیارت تازه ترمیم شده یا سابق بوده؟ سابق بوده، اما رنگامیزی و این چیزاش تازه است. قسمی که شما تماشا کردین و دوست ما هم در این محل بود، اونا هم در رابطه با این منطقه صحبت های داشتن، معلوماتی داشتن که برتان ارائه کردن و در رابطه با این زیارت هم برتان معلومات داد. و این صخره بزرگ از سنگ که شما تماشا میکنین، کوی بسیار زیاد بزرگ و کلان است که این قسمتش کنده شده. شما فکر میکنین شاید تیرکس کنده باشه؟ نه، این کوی است که کاملا تبیس و این قسمتش یک سالون بسیار بزرگ است که اینجا را سمت کردن و ساختن. سمیم جان، ما فکر میکنم که چرت میزنی که راش باید کجا باشه، از کدام را باید بریم؟ کاملا ما از زمان که اینجا آمده بودم با فامیل خود بودم، امروی مادرم بودم، مادرم بود و فامیل بودن، و این سمت هایی جنه بود. سمت نبود، یک محل بود، همه گل بود. و این هم که نو تازه ساختن، این هم وجود نداشت، فقط یک محل بود که خانم ها میامدن مغارقه که ریزی دست خدا. گفتم میتونین این زیارت به خاطر چی جا ساختن؟ حتما امو وقت هم کدام اثر زیارت بوده، اگر نبوده دلیل از اینکه زیارت جا ساختن شما چی فکر میکنین؟ زمانی که بله، من زمانی که آمده بودم عمر مادرم چون باز اینجا که مغارقه که بسیار ریزی باز خانم ها مدر آمدن و دست خود داخل میکردن، و به خاطر که خانم ها اونجا مدر آمدن دست خود داخل میکردن، من فکر میکنم که این دیوار هم به خاطر از امو گرفتن که خانم ها وقتی سر خود پایین میکنن مشکل نباشه. خب، در رابطه با آبی که برتان صحبت کردیم که از صخره بزرگی از سنگ از یک قسمت از کو آب میآید پایان، که قطره قطره آب میآید، یک قطرهش تلخ و یک قطرهش شیرین، یک افسانه داره که سمیم جان برتان خود گفت. او آب هم نزدیک است که چهار بغلش شما میبینین پنجره گرفتن و او جرا شکل یک حوض جور کردن به خاطر که آب ضایع نشه به جای دیگه نره. و این قسمت ها نل دیده میشه که نلای آب جور کردن، کسایی که جمعه نش جدیدن میکنن، زیارت هم از دعا میکنن، از او آب میتونن که استفاده بکنن، وضو بکنن و اینجا نماز هم بخونن. خب، آهسته آهسته به طرف یاب میریم. دوستا شما تماشا میکنین که چه رقم است، آیا یاب از بالا میاد، از پایان میاد؟ خب دوستا، حالا نزدیک میشیم به این قسمت هایی که گفتن آب میاد، ببینیم که این آبشار از بالای کو میاد، یاب چه رقم میاد. حتما یک زیبایی خدایی هم داره. صمیم قند آمدیم به این قسمت. واه دوستا، چی جای زیبا، ببینین چقدر قشنگ است. غار کرخ یا دهنه غار با قدامت 900 ساله و محیط زیبا و دلانگیز، یک مکان تفریحی و گردشگری ولسوالی کرخ ولایت هرات به شمار می رود که روزانه پذیرای صدها تن از باشندگان این ولایت می باشد. به نقل از مردم محل، وقتی به منطقه دهنه غار وارد می شوید، همه چیز به رنگ زرد بیشتر گرایش دارد و حتی رنگ صورت انسان نیز زرد و رنگ پریده می شود. و مردم محل این را از خصوصیات خاک آنجا می دانند. شاید علت تغییر رنگ تصاویر حاضر نیز همین مطلب باشد. به محض ورود به این محل، عوض آب افسانه‌ای آنجا و مسجد سفید رنگ و جذاب آن توجه هر بیننده را به خود جلب می نماید. مردم محل بر این عقیده هستند که آب این حوض دارای دو مزه متفاوت می باشد. قطره از آن شیرین و قطره دیگر شورمزه می باشد و شفا دهنده بسیاری از امراض نیز هست. سبز و سفید در یک صخره بزرگ از سنگ، در یک کمر از کو، چقدر زیبا معلوم میشه. صمیم جان، آیا این را کس ساخته؟ فکر میکنم زمانی که من طفل بودم گپ زودتر به ذهن آدم نمیمونه و تمام. و در یک قسمت مادرم میگفت که یک قطره آب شور میاد، یک قطره آب شیرین.
باز این کال فعلا جور کردن فکر میکنم برای وضو کردن جور کردن از این نلا استفاده میشه. همیشه دوستان در ذهن ما تا با حال وضو خب این آب است. دوستان شما خود تماشا میکنین که از یک صخره بزرگ از سنگ قطره قطره آب میایه و امو یک متل داریم میگه قطره قطره دریا میشه. او آبی که شما ببینین اگر حساب بکنیم شاید یک 20 قطره هر یک ثانیه بعد پایان به زمین میایه و چقدر ایجا آب جمع شده که از این آب مردم وضو هم میکنن شاید استفاده هم بکنن بنوشن یابه و این قسمت که شکل یک اوز جور کردن ایجاش سمت کردن و چارد بغلش بند کردن شاید به خاطر از این بوده باشه که یاب زایه نشه آب به طرف پایان نره استفاده دیگه از یاب نشه و به خاطر که جای یک جای طبیعی بوده یک جایی بوده که از دورانهای بسیار سابق بوده کارهای خداوند بوده و طبیعت همیشه ظرافتکار از زیبایی خود داره و این هم یک شگفتی زمین است که شما تماشا میکنین واقعا زیباست. ما بسیار زیاد خوش هستم امروز به اینجا آمدیم و خواستیم که آله آیسته آیسته نزدیک شیم به طرف مغاره ببینیم که در مغاره چی زیبایی هست اوجا چی چیزای زیبا را ما با شما میتونیم تصویر بکنیم و معرفی بکنیم. رایش امی طرف هستم اینجا. من لذا فکر کنم که رایش را باید پیدا کنم. بله ما طرف این طرف آمدیم. بیاییم خب ببینیم که کجا خواهد رسیدیم. اینجا چقدر زیباست. اینجا هم این سنگ چیا شده دیگه ای که دلیلش چی بوده من نفهمم و اینجا هم جالای از جلا دیده میشه. خب دوستا قسمی که شما تماشا میکنین ما در ولسوالی کرخ در قلعه سفید قلعه هستیم و به دهن مغاره هم نزدیک شدیم و اینجا دیده میشه که دهن مغاره را کس بند کرده. رایش را مزدود است در این رابطه اگر بگی سمی قن آیا این پس واز میشه یا چه رقم یا کدام رای دیگه است را اشتباه کردیم؟ نه ما مطمئن هستم که امی مغاره امی جاست رایش هم امی هست بسیار بعد از سالا آمده امی جا فکر میکنم که مردم محل بسته کردن بخاطر ازی که امو وقتی که من طفل بودم که جده این مغاره خواستم در برم پیش بعد از چند قدمه که من رفتم مانه ما شدن و گفتن که جده این مغاره هر کی که رفته دوباره برگشت نکده ما از اون وقت مرم ترساندن که در این مغاره نه. خب دوستان شما تماشا میکنین که این قسمت مغاره را سنگ گرفتن و گل کردن را را به این مزدود کردن. امکان از این است که ما از اینجا بریم و پیش تا ببینیم اونجا چی زیبایی است و این مغاره را که مردم محل یا کسایی که جا بوده باش دارن رایش مزدود کردن و بند کردن ما زیاد معلومات ندارم که دلیلش چی بوده بخاطر چی بند کردن اما در حقیقتش باید جاهای طبیعی جاهای تاریخی ولو هر جایی که باشه از قدیما مانده باشه یا ساختای از خداوند باشه و او فرض ماست که ما از اون نگهداری بکنیم. کسایی که تا به حال دیده بود کسایی که بعد از این میدید این همیشه یک خاطره به ما میمان و حال ما هم خواستیم که دیرات باستان آمدیم و از این مغاره زیبا به شما تصویر بکنیم تا شما هم ببینیم که در این مغاره چی چیزایی است چی تفاوت و چی تغییرات داره با مغاره دیگه. زموک دوست چدل تناستو راغلی و زیارت تا دعایی که داغ خبریم تصوورید چه هغه ویلی چه ما هم اوریدلای ده چه دې مغاره کې هر څوک تلای ده هغه طرف نه بیرته وتلای نه ده دا چې دا مغاره کوم قسمت ته ارتباط درلود سو غرونو ته نور ارتباط درلود سو متر لاره وو آیا یو شپه لاره وو دوه شپه لاره وی درې شپه لاره وو که یو ساعت دوه ساعت لاره وو دا موږ ته معلومات نشته پته نه لګي او لاره بند سوی ده او هر څوک چې دلته تلای و بیرته نه ده وتلای. خا دوستانو او دا قسمت چې تاسو ولید چې اوبه راځي د دې ښکلي تصاویر تاسو وګورئ تاسو هم دا اوس د ځمکې خپرونه سبا ټلویزیون څخه ګورئ. امید که این برنامه با تصاویرش زموک دوست چدل تناستو راغلی و زیارت تا دعایی که داغا خبریم تصاورید چه آغا ویلی چه ما هم آوریدلای ده چه دی مغاره که هر سوک تلای ده
اغه طرف نه بیرته وتلای نه ده چې د مغاره کم قسمت ارتباط دلود سو غرونو ته نور ارتباط دلود سو متر لارو آیا یو شپه لارو دوی شپه لارو درې شپه لارو که یو سات دوه سات لارو دا مونږ ته معلومات نشته پته نه لګي او لارې بند شوی ده او هر څوک چې دلته تلی و بیرته نه ده وتلی. ښه دوستانو او دا قسمت چې تاسو ولید چې اوبه راځي د دې ښکلي تصاویر تاسو وګورئ تاسو همدا اوس د ځمکې خبرونه سبا ټلویزیون څخه ګورئ. به نام آفریدگار دانا، سلام و درودهای ما را از طبیعت زیبای هرات باستان در برنامه زمین پذیرا باشید. همان گونه که در برنامه قبلی زمین تماشا نمودید، گروه زمین به یکی از مناطق بکر و طبیعی ولسوالی کرخ سفر نموده بود و یکی از جاهای دیدنی آنجا را که به نام دهنه غار مشهور است به شما عزیزان معرفی نمودیم و یادآور می شویم که غار کرخ یا دهنه غار دارای قدمت 900 ساله می باشد و به محض ورود به محل همه چیز به رنگ زرد دیده می شود و به گفته مردم محل این خصوصیت مربوط به خاک این محل است. وقتی به دهنه غار برسید اولین چیزی که خودنمایی می کند مسجد سفید رنگی است که در دهنه ورودی غار موقعیت دارد. گفته می شود که این مسجد در زمان سلطان سنجر سلجوقی ساخته شده است و در سالهای قبل حفره کوچک در پشت این مسجد وجود داشته که زنان برای استجابت دعا دستان خود را در این حفره داخل می کردند. امیل ازا ما بسیار مایز شدم بخاطر از اینکه من 9 سال پیش که آمده بودم میخواستم خاطره ما تازه بسازم اما زمانی که دیدم بسته است بسیار مایز شدم. خب من هم تصمیم وزیر داشتم ببینین دوستا به هرات آمدن او هم به ولسوالی کرخ و به این منطقه به این دهن غار که این مغاره را دهن غار می نامند مردم همین محل که امکان از یست که سابقه همونتو گفته باشن. من بسیار زیاد امید داشتم آرزو داشتم که به هرات باستان هم به یکی از مغاره برین دیدن بکنیم که تفاوتش با مغاره دیگه که در دیگه ولایت بود چی است. اما همه تو که صمیم قند مایوس است همه تو من هم مایوس هستم مردم محلی کار کرده ای که دلیل و انگیزش چی بوده به ما معلومات نیست. اگر ما معلومات پیدا کردیم اطلاع پیدا کردیم همین مدتی که ما به هرات هستیم حتما در این مدت ما برتان دلیل زیر خاط گفتیم. غار کرخ در حال حاضر توسط مسئولین مسدود گردیده است و بسیاری دلیل آن را چنین گفتند که در گذشته هر کس قصد بازدید از این غار را نموده و داخل غار شدند دیگر هرگز باز نگشتند و مفقود الاثر شدند. علت این امر را هیچ کس نمی داند و مسئولین نیز اقدام مؤثر را در این زمینه انجام ندادند و فقط دهنه ورودی غار را مسدود نمودند. شما تصاویر زیبا را تماشا کردین از این طبیعت از این صخره بزرگ از سنگ. متاسفانه که را مسدود بود اما این صخره بزرگ از سنگ که شما میبینین که یک کمر از کوه است واقعا بسیار زیاد بزرگ است بسیار زیاد جالب هم است. این هم زیبایی خاص خود داره یک قسمت سفید یک قسمت سیاه و یک قسمتش رنگای مختلف. صدای چکیدن قطرات آب در دهنه این غار به وضوح شنیده می شود و در نهایت این قطرات حوض آبی را تشکیل می دهند که زیبایی منحصر به فرد را به تصویر می کشند. قطره شیرین و قطره شورمزه افسانه است که در مورد آب این حوض در بین مردم محل رواج دارد. مسجد سفید رنگ و حوض آب دهنه غار هر دو در زیر تخت سنگ بسیار بزرگ قرار گرفته اند. این تخت سنگ با حجم بسیار زیادی که دارد سقف دهنه غار را تشکیل می دهد و از جای جای آن نیز قطره های آب جاری می باشد و در بعض جاها وجود آب باعث رشد و نموی گلسنگ های با رنگ های مختلف شده است و تأثیر این گلسنگ ها بر بستر خودش باعث ترکیبات کیمیایی مختلف النوع گردیده است.
در دهنه غار میتوان سنگهای با اندازه ها و بافت های مختلف مشاهده کرد که اشکال زیبایی را تشکیل داده اند. این تصاویری که شما از این جاهایی که آب میاد چکان چکان شما تماشا کردین، اینجا هم یک قسمتش است که شکل یک آبشار بسیار کوچک و خود گرفته که چقدر زیباست. دوستا ببینین سبز و رنگ سفید به خود گرفته. با این قسمت بالا شاییم، شما تماشا بکنین اینجا امی آب که از بالا آمده اینا یخ زده برفق شده رنگ سفید به خود گرفته. و این سبزی که شما اینجا میبینین، ما زیاد معلومات ندارم در رابطه با این سبزه که شاید ایچی باشه، اگر انجینر برنامه می بود حتما در رابطه با این سبزه از لحاظ جغرافیایی و فیزیکیش برتان معلومات میداد. دیگه من زیاد معلومات ندارم، اما واقعا زیباست. ببینین همیشه طبیعت ظرافتکار می باشه، همیشه زمین شگفتی های خاص خود داره، زیبایی خاص خود داره و هر گوشه و کنار افغانستان عزیز ما طبیعت زیبای خود داره، جاهای زیبای خود داره. صمیم عزیز، وقتی که به طفولیت جا آمده بودی این جاها چقدر تغییرات داشت، چقدر فرق کرده نسبت به سابق؟ بگی جا آمده بودی در این قسمت ها چقدر شوخی کرده بودی اینجا، چقدر تغییرات آمده نسبت به سابق؟ و دوستا یکم واضح معلومات بده. زمانی که ما اینجا آمده بودم این سمت نبود و این آبشارک کوچک بود. شما دیدید؟ بله. این بسیار پایین بود. پایین بود. تا پایالان. و اینه که شما گفتید یخ زده. اما آب شور که میاد شکل نمک به خود گرفته که نمک سخت شود. این به اون شکل است. و این سمت نبود تا آخر مثلا خب این را سمت کردن و اینجا را هم اینه برتون گفت. دوستا ببینیم که همیشه وقتی که انسان یک سوال داشته باشه جواب سوال هست اگر کوشش ازی را بکنه که زیاد جستجو بکنه. و این قسمت ها را که شما ببینین که ما برتون پیشنهاد گفتم شکل برفک به خود گرفته، این امو آب شوری است. این منطقی است که آب شور میه، اون منطقه شاید منطقی باشه که آب شیرین میه و این آب شور است که یخی زده شکل ازی را گرفته که احتمال از جای دیگه هم هست. وا دوستا ببینید که اینجا هم قسمتی از امو است. خدا پایان بکنید چقدر زیباست، واقعا زیباست، به واقعیت زیباست. دوستان اوسرنگش تاسو گوری دغ دغ هم زما پلاس راغی دا اغه او بدی چه ساس که ساس که دده غټ غره نکته کیږي راضی دا هم د خدای قدرتونه دی په واقعیت سره چه ډیر خکل زیاده دا اغه سبو یم تاسو دوستانو شور رو بدی چه دی زین رزی او دا اوا لگیا خدا یخ وحلی د مالگی پشان جور سوای تاس فکر کوی چه دی او مالگی پا قطعی کم اوبا چولی دس یو شکل زان تاخلی هم دس دا سمی جان. بلکل سمی جان دی قسمت که دا تور رنگ زان تاخلی سای دا دی دلیل که منگتا هوای دا دلیل لری دلیل لری دلیل خاص نداره سنگ بمی شکل خودش سیاه باشه یا امی رنگ داشته باشه. بله. ولی اینجا تا جایی که من معلومات گرفتم اینجا کسی که برای میله میان باز اینجا دیدان میکنن، خب آتش میکنن. این تاثیر از اموست که سنگ سیاه شد، اونجا شایدش هستیم که خاکسترشان هست و در اون قسمت ما متوجه شدم. بله. میخواستم برات بگویم این که آتش کردن این دود از اینجا چسبیده، چون اینجا خورد است و دود میچسبه. یک چیز دیگر باید فراموش نکنم، همیشه سنگی که ما عادی یک جای میبینیم یا در کو میبینیم یا در راهرو میبینیم یا در سرک میبینیم اکثریت سنگای سفید و سنگای سیاه میباشه یا سنگای خاکستری و سرخ. و وقتی که ما به یک مغاره میریم، به یک طبیعت زیبا میریم، طبیعت خداوندی میریم، همین صخرهای بزرگی از سنگ که میباشه شکلهای مختلفی را به خود گرفته. شما در یک مغاره شاید بودین، تصاویر هم تماشا کردین که در ولایت بامیان بود، امی صخره بزرگ از سنگ که در بالای سر ما قرار داشت بسیار ظرافتکاری های خاصی داشت. شما فکر میکردین که او را کس ساخته، اما نه دوستا، او چیزی بود که خداوند ساخته بود، او طبیعت خداوندی بود. و این قسمت اونمو آبی است که یخی زده شکلهای مختلفه به خود گرفته. و اینجا هم تاثیرات چه براتون صمیم گفت که اینجا کسایی که به خاطر میله میان، البته مقصدشان از میله نیست، زیارت میان که دعا بکنن، از جاهای دور میان و مردم از تمام ولایت افغانستان وقتی که به ایراد میان از ایراد دیدن میکنن حتما به مغاره میان، به خاطر که معلومات دارن، شنیدن از بزرگا که در این منطقه در ولسوالی کرخ یک مغاره است از جدیدن میکنن. اینجا که دیگدان کردن، غذا پخته کردن، تاثیرات از اموز که این قسمت ها سیاه شده و شما میفهمین وقتی که ما دیگدان میکنیم چوب حتما دود میکنه و این قسمت ها رو سیاه کرده. خب باز هم
شما تصاویر زیبا را تماشا بکنین، تصاویر از این قسمت را تماشا بکنین، از این آب که به این زیباییش قطره قطره از بالا به پایان میاد، واقعا زیباست که اوجه هم یک جای بسیار زیبا به او ساختن که از او آب مردم وضو میکنه، استفاده میکنه، بینوشه و این بخت طالعه که کی از قطره شیرینش مینوشه و کی از قطره شورش مینوشه. همیشه وقتی که انسان یک خرابی میکنه در پلی خرابیش خوبی هم هست و این راه هم که مسدود کردن ما زیاد متاسف نیستیم. شاید کدام دلیل داشته باشه، شاید کدام انگیزه بوده باشه که قدر ما معلومات نداریم. اگر ما بگیم که مغاره را بند کردن و تاثیرات از چی است و چی بوده میتونه، اینا چیز گفته نمیتونیم. شاید روی کدام هدف، روی کدام دلیل کار کرده باشن، اما او قدر خرابی کجا کردن، قدر خوبی دیگه ایجا کردن، این منطقه را سمت کردن و این زیارتی که شما میبینین چقدر رنگامیزی کردن. و دوستان یک چیز دیگه، از این قسمت دوستا تیر بیر میشن، زیاد مردم به دیدن میان. تا بال ما گفتیم که زیارت نیست، مسجد است، جایی است که مردم نماز میخونه، یک قسمت وضو میکنه و اونجا نماز میخونن. یک مسجد بسیار زیبا ساختن که رنگامیزی هم شده و ما این مسئله که این قسمت ها را سمت کردن، جل کردن، زینه به زینه، پته به پته، اگر کسی جدیدن دیدن میکنه یا به میله میاد یا امرای فامیل خود میاد، میتونه راحت یک کمپل یا یک روجایی یا دسمال یا هر چیزی که داره آوار بکنه، آزادانه بشینه، غذا صرف بکنن، صحبت بکنن، از این زیبایی ها دیدن بکنن و در این مسجد هم وقتی که وقتی نماز شد نماز بخونن. یک چیز دیگر هم باید فراموش نکنم سمیم، ما به هر مغاره که رفتیم، هر مغاره که دوستان شما تماشا کردین، اگر متوجه باشین به دهن مغاره یا زیارت بوده یا هم مسجد بوده. دیگر وقتی که خداوند یک طبیعت به ما میسازه، یک طبیعت خداوندی میباشه، هر چیز دلیل و انگیزه خاص خدا داره. خب اساسا تا میشیم پایه ما شخص شد اینجا را ببینید چقدر زیباست و یک تعداد دوستا نه سرم نمیخورم، من مازه بستم. بازم سایکو دوستایی هست که از طبیعت زیبای خود نگهداری میکنن، طبیعت دوست دارن و دوستایی هست که اینجا ببینیم یادگار نشته کردن به قلم ها و رنگ های مختلف. من نفهمم یادگاری احمد جان و یادگاری غلام آمد و یادگاری و صلاح الدین و اینجا قلب رسم کرد. دوستایی که تا ایدم بیننده برنامه زمین از تلویزیون سبا بودین، ما با ولایت هرات، ولسوالی کروخ، قریق، قلعه سفید و مغاره دهن غار کروخ قرار داشتیم که تصاویر زیبا و معلوماتی که همکار معلی بگویم، همکار دفتری بگویم، برتان داد. معلوماتی که خود ما داشتیم، معلوماتی که دوست ما کیجا بود اونا برتان داد. شما معلومات شنیدین و تصاویر هم تماشا کردین. سمیم به ما میگه که 9 سال پیشی که آمده بودی خاطرهات به ذهنت بود، او زیبایی و او جاهایی که دیده بودی به ذهنت بود و تصمیم وزیره داشتی که دفعه دیگه و بعدی هم بیایی و حالی که آمدی دهن مغاره مزدود بود، رایش مزدود بود، بند شده بود، حالی چی خاطرات از اینجا بردی؟ در این رابطه به دوستا بگویی. آیا دفعه که امرای فامیل آمده بودی زیاد خوشایند بود یا حال زیاد خوشایند بود؟ طبیعت همه هر وقت که بی با فامیل و بی فامیل طبیعت است، اما خاطری که حالا به ذهن ما این زیبایی که از مردم برای جو کردن سنگوری کردن و زایی شدن آب جلوگیری کردن و به شکل از این آوردن که مردم ازش استفاده کنن یا وضو کنن، این یک خاطری دیگه خواهد بود برای من و خدا کنه که دیگه برای بیایم دان غار مزدود نباشه. خب دان غار دوستان یک تعداد مغاره توسط امی زمین لرزه و آبشارهایی که از بالا می آید و شعله آتشفشان می باشه مغاره موجود می آید و بعضشان مزدود می شه را به مرور زمان و این مغاره بود که توسط دستا و دوستای ما مزدود شده بود. خب دوستا ای بود برنامه زمین ای هفته که شما
در هر گوشه از افغانستان که تا بال برنامه رو تماشا میکردین، با امید از اینکه خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. تا برنامه بعدی، تا دیدار بعدی که باز هم گروه زمین یک مدت به هرات هستند، جاهای زیبا و طبیعت زیبا را به شما معرفی میکنیم. شما را به الله پاک و بی نیاز و لایزال میسپاریم. شاد و موفق باشین، ایام به کامتان، شب و روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.